لماريك امام احمد ابتلاء يف برشميك بري مردم لا ارى لك ان تجالسهم ما خشتر نبينو كدر انجا با اما بشيني فكرت باشا دور برو ازينا هذا كلهم مبتدعون يكون انا مبتدع استن انا مبتدعين استن وسيدنا احمد ابن حنبل إذا أمو أوائل قرن سيوم إيقافا بيان كرده در إيجا بود كي آيستا آيستا مسألة تصوف جان گرف در أمي قرن سيوم بهر صورت در ابتداء ظهور ازي اي فكر صوفي و متصوفة انقدر زياد با ممالک دیگر نشأت نکرده بود چون ابتدایش از مصر شد بعدا در قرن سوم و چهارم هجری در اینجا فقط در امو بلاد فارس بود اما یک تعداد علما در اینجا میگن که فکر صوفی فکر متصوفه این قسمت و یا رنگ دیگر شیعیزم است کتاب از بنامه اقرأ الفصل الخاص بذلك اقرأ فصل الخاص بذلك الصلة بين التصوف والتشیع نزدیکی و وصلت میان تشیع و صوفی دیاردو با هم یکی سر اینا در سیاست در مسائل دینی در مسائل خرافات تقریبا خوار و بیادر هستن قسمی که دیشبم به ایم اصاره کردن اما در اخیر قرن سوم زمانی که حسین ابن منصور حلاج ای به میدان برآمد در اوائل قرن سوم منصور ابن حلاج ای بر آمد بیرون عقیده خودم ظاهر کرد علمای عصر بالایش فتوای کفر دادن در سنه 309 ای را به قتل رسانیدن بر سر یک پل آویزانش کردن به صلیب آویختن در بغداد به خاطر چی؟ به خاطر که عقیده گفت که انا ربکم یا گفت انا الحق ما حق استم یعنی که ما پروردگارتان استم اصل ما استم اما بعد از این انتشار اینمی عقیده صوفی در فارس بعد از او شخص استاد شد که به نام ابو سعید میهنی بود یکی از خانواده خانخیل و یک مرکزی را به نام مرکز صوفی بنا نهاد مردم عام مردم های بادیه نشین می آمدن و از اینجا شروع اساسی در مذهب و یا در طریقه تصوف در راه و روش تصوف بنا نهاده شده و تا به ابتدای قرن چهارم با بسیار سرعت عقیده صوفی به عراق، مصر، مغرب به ایجاهایی سرایت کرد و اکثر اینا هم در او زمان اینا ای گمان می کردن که کلشان از نسل رسول صلی الله علیه و سلم استن و باز می گفتن که هر یکی باید اطاعت ما را بکنه و این طریقه ما طریقه خاص است که به الله آدم دایرکت میرسانه پس در این باب بود که عقیده رفاعی در عراق پیدا شد بدوی در مصر پیدا شد این آدمی که بدوی ای اصلا از مغرب بود و علما میگن که پدر و مادرش هم معلوم نبود و نه هم ای از مغرب بود لیکن ای در اونجا پیدا شد همچنان طریقه شازینی ای در مصر پیدا شد
پس این طریقه های صوفی امطور شروع 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 و نشأت کرد و تا به قرن ششم و هفتم و هشتم رسید. پس این فتنه صوفی و متصوفه یک تعداد به نام درویشان پیدا شده. زمانی که دولت فاطمی در مصر سیطره و قدرت خود گرفت، در اینجا بود که امی طریقه درویشان این را جور کردن و کارشان چی بود؟ بنای قبرها، مزارات خاصه مثل قبر سیدنا امام حسین، حسین ابن علی رضی الله عنه در مصر، یک یک بنای را جور کردن، یا سیده زینب رضی الله تعالی عنها را، مقصد روزای مولود و همچون سال زیره بنا نهادن. خرافات کثیر و به انتهار پیدا کردن و این حکومت و پادشاهی یا اونمو دعوت فاطمی در مغرب به خاطر که به عوض امو حکم عباسی سنی باشه اینه میره بنا نهادن. به تعقیب در قرن در قرون متأخره در قرن نهم و دهم و یازدهم حتی این طریقه ها به هزارها رسید و طریقه باطل و گمراه کننده صوفی در میان امت نشر شد و این تا به عصر نهضت اسلامی همونطور جریان داشت و داشت. اما در اینمی حالاتی که از قرن نهم، دهم و یازدهم در میان ازی در قرن در ابتدای قرن هفتم و هشتم به دست مجدد و امام اهل سنه احمد ابن عبدالحریم ابن تیمیه حرانی، امام ابن تیمیه رحمه الله، عقاید منحرف و عقاید خرافاتی متصوفه با میدان کشیده شد و در زمن سیدنا امام ابن تیمیه رحمه الله یک مناظره بسیار مشهور داره که او را با رفاعی کرده بود و به تعقیب از او هم تلامذ از او شاگردهای ابن تیمیه رحمه الله مثل حافظ ابن قیم الجوزی، ابن کثیر، امام ذهبی، حافظ مزی و همچون امثال ازی اینا به خاطر بیان کرد عقیده باطلی متصوفه در هر وقت و زمان کوشیدن. و در قرن دوازدهم محمد بن عبدالوهاب نجدی رحمه الله او هم در ای باب بسیار زیاد کوشید، چون ای هم متاثر بود از کتب و از نوشته های امام ابن تیمیه رحمه الله. ای هم در رد ای فرقه گمراه کننده بسیار زیاد دلائل و وسائل جمع کرد و از این وجه امروز یک تعدادی که دشمن عبدالوهاب هستن محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. علتش ایست که بالای خرافات و بالای اونمو تجارت هایی که به نام دین میکردن بالای اونا رد کرد و دروازی اینا را بسته کرد. عقیده گمراه کننده اینا را یکی یکی بیان کرد. اما به هر صورت شعائر و عقاید صوفیه دین اینا و طریقه اینا چیست؟ ما خود در اسلام اصولی داریم که عقیده انسان باید به قرآن و سنت ثابت شود. اما در میان متصوفه عقیده اونا به الهام، به وحی مزعوم، یعنی که به زعم اینا میگن وحی میشه بر اولیا، همچنان وصلت بر جنیات که او را روحانیین میگن و همچنان عروج و بالا رفتن به طرف آسمان ها که او را مراقبه میگن، میگن شیخ مراقبه شده.
گپ نزن که شیخ آله با الله صحبت داره. کجاست با الله؟ اینه این شیشه با الله چی صحبت داره؟ بگن شیخ با الله رسیده. مسئله فنافی الله و حتی مسئله ظاهر شدن تمام غیوب برای ولی است. ولی که صوفی باشه با زمان اینا کشف است. میگن ما بر سر قبرستان میشیم کشف میکنیم، به طرف یک انسان سعی کنیم کشف میکنیم که گپ چیست. ربط قلب است به رسول صلی الله علیه وسلم. میگن ما تمام علوم را سر از پیغمبر میگیریم، حدیثش چیست، کتابش چیست. و همچنان بلقا و ملاقات پیغمبر در بیداری و در خواب. این گمان اینا است که ما به این ترتیب علم میگیریم. عقیده اینا ایست، وحی است و الهام است و اتصال به جنیات است و مراقبه است. پیر سر چادر بر سر انداخته و نشسته و همچنان امثال از فنافی الله و دیگر و دیگری دیگری. ای عقیده ایناست. اما ما میگیم که نه، عقیده ما قرآن و سنت نبوی صلوات الله علیه است. اما درباره قرآن متصوفه چی میگن؟ میگن در قرآن تفسیر باطنی است، ما او را تفسیر اشاره میگیم. و میگن در قرآن هر حرف یک معنای داره که معنای از او را سوای صوفی متبحر کسی دیگر نمیدانه. اویی که از دل خود او را کشف میکنه. پس از به این اساس متصوفت دین خود، اصول و فروع دین خود به رسول صلی الله علیه و سلم میگن ما میرسانیم و رساندیم. اما میایم بر سر عقیده اینا درباره الله. اولا عقیده اینا درباره الله جل تزمتو مسئله حلول است و انشاءالله این سلسله را همونطور مسلسل تا به 5 یا 6 یا 10 روز شد این همی درس دوام میدیم. اولا مسئله حلول است که عقیده منصور حلاج بود و عقیده وحدت الوجود است که هیچ فرق در میان خالق و مخلوق نیست. یقینه دیگرشان است که در قرن سوم تا به امروز این سلسله جریان دارد. از قرن سه تا به امروز این عقیدهشان جریان دارد. و این عقیده از ابن عربی، ابن سبعین، تلمسانی، عبدالکریم جیلی و عبدالغنی نابلسی و اکثریت متصوف است که انسان به اتو حالت میرسد در عبادت که الله بنده میشه و بنده الله میشه، یکی در دیگر منحل میشه. پس در این حالت باز از عبادت این انسان فارغ است. فالرب عبد والعبد رب فمن یعبد. میگم بنده الله و الله بنده است، پس عبادتی کی رو بکنه. و درباره رسول صلی الله علیه و سلم ان شاء الله راجع به مسئله وحدت الوجود بعدا مکملا باز بحث میکنیم. این چون عقاید اینا را طور مختصر اولا بیان میکنیم که عقیده اینا چیست. عقیده متصوفه در شان رسول صلی الله علیه و سلم، اعتقاد اینا در شان پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم به شکل مختلف در کتبشان ذکر میشه. بعضی از اینا میگن که رسول صلی الله علیه وسلم به مرتبه و حال اینا نمیرسد، چرا که ما میگن او چیزایی را که میگیم در علوم تصوف این ما راست از الله میگیریم. قسمی که بایزید بستامی میگه خودنا بحرا وقف الانبیاء بساحله، میگن برای ما او بحر زاده شده که ما در او میگردیم که انبیا در کناری از او استاد ماندن پیش رفتن اتانستن. یعنی که مرتبه تصوف بلندتر از قرآن، بلندتر از احادیث نبوی، بلندتر از محمد رسول الله و انبیاست. اتون مقابله میگه برای ما دادن که انبیا و ساحل از او استاد ماندن پیش نرفتن. و درباره اولیاء هم عقیده اینا چیست؟